آی حقیقت به ما از جشنواره ونیز امسال بگی چه فیلم هایی شرکت دارن تو این جشنواره؟ بله، این 80مین دور جشنواره ونیز که قدیمی ترین فستیوال جهانی است و بر مبنای برنامه‌هایی که اعلان کردن فیلم های بسیار بسیار مهمی به نظر میاد که توی اینجاست، از جمله دو تا فیلم سازی که فستیوال های دیگه بنا به دلایلی نخواستن نشون بدن، از جمله فیلم قصر مال پولانسکی و همچنین فیلم وودی آلن به نام خوششانس. این دوتا رو نه فستیوال برلن علاقه داشت نشون بده و نه فستیوال کن، به دلیل این ماجراهایی که در اطراف این دوتا فیلم سار توی چیز می تویو و این چیزا برحال بعضی از خانوما اعتراض داشتن به حضور این دوتا فیلم سار، در حالی که هر دو جزو مهمترین فیلمسازهای زنده جهان امروز هستن. 20 فیلمی هم هستش که در مسابقه است که فیلمسازهای بسیار مهمی در این بخش هستن که حالا اون رو میشه کامل راجبشون صحبت کرد بدونه، ولی خب وقت زیادی میگیره. اگر موافق باشین بیشتر بریم متمرکز بشیم روی حضور سینماگران ایران و اهمیتی که سینمای ایران میتونه توی این فستیوال داشته باشه، ولی خب بعدم برمیگردیم راجع به بقیه مسائل. بله حتما. خب به ما از فیلمای ایرانی که شرکت دارن تو جشنواره ونیز بگیم. بله، یک فیلم هستش که قبول شده در بخش روزهای ونیز یا روزهای مؤلفین مال آقای آیت نجفی که از فیلمسازان خیلی خوبه. این فیلم در ایران ساخته شده، یک کمی حالت زیرزمینی داره و نوع سینمای اورژانسی امروز ایرانه. این اصطلاح رو من مدتی به کار میبرم بخاطر اینکه سینمای اورژانس سینمای متعهدی است که نه به دنبال بازیگر مشهور میره، یعنی وقتش نداره، و نه به دنبال تهیه کننده آنچنان، چون اونها بر سناریو بخونن کلی وقت بذارن برن اجازه بگیرن، و نه نیاز داره به اینکه بره اجازه بگیره از وزارت ارشاد و این چیزا، یعنی تمام اینا رو گذاشته کنار، دوربینو برمیدارن، یک سوژه مهم اجتماعی رو پیدا میکنن و میرن و کار میکنن. اینکه حالا بعداً چه اتفاقی سر اون فیلم یا فیلم ها خواهد اومد اون رو بعداً میبینن که چیه. و این سینمای اورژانسی میتونیم بگیم که امسال با جشنواره برلین شروع شد. چند تا از فیلم‌ها مثل جمله فیلم‌های مهران تمدن و بقیه قبول شدن توی اینجا، که بعضی از این فیلم ها در خارج از ایران ساخته میشن، بعضیش در داخل و بیشتر در داخل. و در واقع این سینما، یعنی حدود یک سال دو ساله که سینمای ایران تقریبا دو شاخه شده. اون شاخه ای که دیگه محله میذاره برای رفتن و اجازه گرفتن از دولت و دنبال هنرپیشه‌های گنده بره، و یک بخشش هم که همون قبلی ها هستن که مجبور هستن که یک سری ضوابط رو رعایت بکنن. امروز توی این 7-8 ماه اخیر بیشتر فستیوال‌های مهم دنیا مثل برلین، فستیوال کن و الان فستیوال ونیز که چند روز دیگه شروع میشه، به این بخش سینمای ایران خیلی اهمیت دادن. و از جمله مثلا اخیراً هم یک فیلم خیلی مهم و جالبی مال علی احمدزاده در فستیوال لوکارنو جایزه بزرگ برد که این هم جزء همین سینمای اورژانسی حساب میشه. بپردازیم به همین سینمای اورژانس که شما توی مقالاتتون ازش یاد کردین و الان بهش اشاره کردین. به نظر شما چرا همچین سینمایی الان در یک سال اخیر انقدر پررنگ داره خودش رو نشون میده و چطور ایجاد شده؟ این چه عوامل مختلفی دخیل بوده که این سینما الان شکل گرفته و چرا شما واژه اورژانس رو براش استفاده کردین؟ اینکه همونطور که می‌دونید چند سالی است تمام زمینه‌ها رو در ایران در تنگ‌تر می‌کنن در هر جهت،
روی آدم های مختلف توی بخش های دیگه و به ویژه بخش فرهنگ و اینها خیلی زمین ها محدودتر و محدودتر و محدودتره و همطور که میدونین الان نزدیک به سالگرد جنبش یا انقلاب یا هر چی اسمش رو بذارن مهسا امینی هستش و به همین دلیل حکومت خیلی میترسه و بیشتر هم فشار میاره روی سینماگران، روی هنرمندان و غیره. البته به بقیه اقشار جامعه هم خیلی فشار وارد میشه. این چون که خیلی گویاست و خیلی راحت میتونه انعکاس بین المللی داشته باشه، سینمای ایران خیلی حساستر هستن به این. در سالهای قبلتر حالا اون ادارات که سرکار بودن یک کمی نرمتر رفتار میکردن، دوست داشتن فقط سینمای مدل خودشون در خارج معرفی بشه، ولی عملا دیگه اینقدر زمینه رو تنگ کردن که فیلمسازای بیشتر جوانه ایرانی سعی میکنن واقعا حرف دلشون رو بزنن و دیگه ملاحظه هیچ چیز رو نکنن و این رو شما در این به خصوص یک سال دو سال اخیر میبینید و فستیوال های بین المللی هم خیلی توجه خاصی به این بخش کردن. این دیگه همطور که گفتم و همه هم میدونن به خاطر شرایطیست که روز به روز تنگتر میشه برای همه افراد جامعه و نمیدونن چی کار بکنن دیگه، مجبورن از زیر این فشار و فنری که روشون چیز میکنه میزنه این طرف، میزنه بساط بیرون. این همین وضعیت جامعه ایران رو خوب ترسیم میکنن اتفاقا تو همین فیلم های سینمای اورژانس. اورژانس به این معنی است که کلمه اورژانس برای یه وقتی شما به کار میبرین که یک کسی مریض شده کنار خیابون یا هر چی و از سریع برسوننش به بیمارستان، یه وقت این نیست که دکتر بیاد اون بالا و اینها. سینمای اورژانس هم همینطوریه، باید سریع اون اتفاقاتی که توی ایران داره رخ میده دیگه منتظر نشن، دوربین رو بردارن به شکل گروهی باشن و برن و اون مسائل و مسئله رو فیلم بکنن. دیگه وقتش نیست که دنبال تهیه کننده بگردن، بازیگران مهم بگردن، چون وقتم ندارن، پولم هزینه‌ام میخواد. سینما اورژانسی با امکانات خیلی سریع حالت زیرزمینی، خیلی ها الان ساختن که حدود 40 تا از این فیلم ها به جشنواره کن معرفی شد که یکیش خیلی خوب تحویل گرفته شد، از جمله فیلم آیه های زمینی مال علی عسکری و علیرضا خاتمی و همطور که گفتم توی یکی فستیوال های دیگه هم به اسم فستیوال چی بود توی یوگسلاوی نمایش داده شد. آره نمایش داده شد و الان هم یکیش برای توی فستیوال ونیز خواهد بود. یه جدا از اونم یک فیلمی که خانم زر امیر ابراهیمی هم بازی کرده و هم کمک کارگردان بوده به نام تاتامی، این هم در همین فستیوال ونیز، سوژش مربوط به ایرانی، بخش عمدش هم مشکل به زبان فارسی و هنرمندای بخشش هم هنرمندای فارسی زبان هستند، ولی یک کارگردان اسرائیل است با زر ابراهیمی به طور مشترک این رو کارگردانی کردن و خود خانم زر امیر ابراهیمی هم بازیگر اون هست. جدا از اون یه خانم دیگری هم هستش که الهام که اون هم چیز کرده توی نوشتن سناریو همکاری کرده، عرفانی اگر اشتباه. بله بس. پس دو تا فیلم ایرانی داریم که یکیش کاملا ایرانیه و یکیش محصول اسرائیل و ایرانه. بله و یک فیلم کوتاه دیگه هم هست که اون کاملا فیلم ایرانیه و 20 دقیقه است، فیلم انیمیشنه که محصول کانون پرورش و فکری کودکان نوجوانانه که این توی بخش مسابقه اصلی خود فستیوال ونیز هست. یعنی واقعا میتونیم بگیم به نوعی 3 تا فیلم حضور داره. درست. درباره واکنشی که جشنواره‌های طراز اول دنیا داشتن که از جشنواره کن شروع شد فکر می‌کنم و برلین و ونیز دنبالش کردن که سینمای حکومتی جمهوری اسلامی رو ممنوع کردن،
و بهش اجازه حضور ندادن. این اتفاق بعد از جنبش زن زندگی آزادی افتاد. به نظر شما چقدر تحت تاثیر خود این جنبش بود و چقدر عوامل دیگه درش دخیل بودن؟ برای اینکه ما ماجرای 88 رو داشتیم، اعتراضات 98 رو داشتیم، ولی همچنان اینقدر ما واکنش گسترده نمیدیدیم، حداقل در مجامع بین المللی سینمایی. به نظر شما چه اتفاقی افتاد که امسال این واکنش ها رو دیدیم، واکنش های مؤثر رو دیدیم از جشنواره ها؟ بله، به هر حال بازتاب گسترده ای که در سطح جهان داشت، از پارسال شروع شد این ماجرا سر هم قتل مهسا و عکس العمل بسیار زیادی از سوی هنرمندان بزرگ بعد از اینکه موهاشون رو تک تک نها بریدن نشون دادن، مثل ایزابل آژانی، مثل خیلی از هنرمندان مشهور دنیا، اینها به هر حال بازتاب گسترده ای توی رسانه های بین المللی داشت. به اضافه اینکه عملا هم میدیدند که رسانه های بین المللی میدیدند که روز به روز اختناق در ایران شدیدتر میشه. خب اینها دست به دست هم داد و این مسئله رو بیشتر برملا کرد. در این حال هم گروه هایی هستند که در خارج از ایران، مثل سینماگران مستقل ایران در خارج، اونها فعالیت های زیادی کردند، این طرف و اون طرف نامه نویسی کردند، خبر دادند، برگزاری جشنواره هایی کردند و اینها. یعنی یک مجموعه این اتفاقات باعث شد که بیشتر توجه ها جلب بشه به این سینما. حتی مثلا یک فیلمی که پارسال سال قبلترش از سعید روستایی در فستیوال کن نشون داده شده و حکومت ایران راضی نبود از اینکه میگفت اینو بدون اجازه نشون داده، حتی یک اسم مثل سعید روستایی که در هر حال جزو کسانیش که توی ایران فیلماش خیلی خوب تحویل گرفته میشه و اینها، اون رو هم امسال باز اذیتش کردن و قرار قاعدتا دومان من چقدر یه مدتی برش زندان ببرن. یعنی که همه رو ناراضی کردن، همه رو، به هم این گسترش گنده تریست. به اضافه اینکه ایرانی های خارج از کشور هم فوق‌العاده فعال شدن و کما بیشه به هم نزدیکتر شدن، هر کسی در زمینه کار خودش به ساتا اونجا که تونسته صحبت کرده، رسانه ها رو در جریان گذاشته، بعد تظاهرات گوناگون که در کشورهای مختلف به مناسبت های مختلف ایرانیان برپا کردن، اینا همه دست به دست هم داده و یک تصویر خاصی از حکومت ایران نشون داده که دیگه اونقدر ارج و قربی در صحنه بین المللی نداره و روز به روز هم میدونیم که چه اتفاقاتی داره میفته در ایران. درست. فکر میکنید که این تحریم سینمای حکومتی جمهوری اسلامی چه تأثیری بذاره بر آینده سینمای ایران و بر آینده سیاسی ایران؟ توی تحلیل ها مثلا میبینیم که اشاره میکنن پیشبینی میشه دیگه کارگردان های بزرگ همکاری نکنن و فیلمی نسازن با اجازه جمهوری اسلامی، برای اینکه به هر حال اصلا آسیب میزنه به کارنامه‌ای که دارن، مخصوصا الان که خب دیدگاه نسبت به خود حکومت این هست. و از طرف دیگه عنوان میشه که این فیلم هایی که الان ساخته میشه و دیده میشه تو جشنواره کمک میکنه که تصویر واقع بینانه تری ارائه بشه از وضعیت داخلی ایران، چون دیگه با سانسور ساخته نمیشه و داره فیلم مستقیم بیان میکنه که چه اتفاقی داره توی ایران میفته. فکر میکنید تاثیرش رو آینده چه سینمایی ایران و چه سیاسی ایران چی خواهد بود؟ به هر حال یک چیزی که جالب توجهه و شما میبینید اون زیر داره حرکت میکنه، یک سری فیلم سازای جوان دارن روش میکنن که خودشون رو مدیون هیچ کس نمیدونن مگر اون ذوق و خلاقیتی که دارن و دیگه نمیرن این طرف این و طرف اون، کار خودشون رو میکنن و اینها رو شما میبینیم که فیلماشون فرستاده میشه، میان، فیلمای جالبی هست. و اخیرا من یه فیلمی دیدم مالی خانم فرموش صمدی که قبول شده در فستیوال تورنتو به زودی نمایش داده خواهد شد که بسیار فیلم خوبی است. اون یه فیلم کوتاست، بخش مسابقه قبول شده که تازگی اعلام کردن و از این زمینه ها مختلف داره بیشتر خودشو نشون میده. سینمای به اصطلاح حرفه‌ای جدی ایرانی که مثلا کسانی مثل آقای اصغر فرهادی اینا قبلا میساختن تو ایران و بیرون هم خیلی مطرح میشد، دیگه این تیپ فیلم شما تقریبا فعلا نخواهید دید و یک وضعیت آشفته ای الان در سینمای ایران
وجود داره که هر کسی، هر مسئولی هر روزی یک چیزی میگه. بنابراین اصلا سیاست ها معلوم نیست چرا سیاست اختناق بیشتر و بیشتر میشه. یعنی همینطور میخوان همه درها رو به روی اکثریت سینماگران ببندن و به همین دلیل فروش فیلم ها بسیار اومده پایین و چیزی آنچنان کار نمی کنه. یعنی فعلا در یک بلا تکلیفی سینمای ایران داره به سر می بره و این در رابطه با همین جنبه هست.